Se-do-yek. تو شهر با کلا سر آدم کلا میزنن. تو سینما، تو کامپیوتر با پرده سبز. مثلا یه دونه ایلم زیر سرت اونیست اینجا. حالا اگه خواستیم راه بریم چی؟ دلم خواهد راه برم. دیدیم پایین نگاه کردم، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه قبلا تنظیم کردم برای اینکه جام توی کادر به هم نریزه و موقعی که میخوام کراپ کنم، میخوام ماسک کنم که تو نرم افزار الان بهتون نشون میدم که ماسک و کراپ به چه دردی میخوره، خیلی جا به جا نشم. یه جوری نشه که وقتی کراپ میکنم اگه دستم میخوام این شکلی بکنم صحبت کنم، سر انگشتام تو کراپ از بین بره. برای یه جایی وامیستم، یه جایی علامت گذاری کردم روی زمین که اگر دستم هم این شکلی کنم یا اگه سرم رو برم بالا که قدم بلندتر شه یا بیام پایینتر، در هر صورت توی فضای کراپ هم باقی بمونم، توی فضای مسکم. اگه مثلا الان زیادی بیام جلو، شما دیگه یواش یواش سر منو نمیبینید یا مثلا بخشی از دهن منو. خب این اشتباهه. بنابراین من سعی میکنم موقع فیلم برداری نه یه جوری وایسم که فاصله‌ام تا اون بالا، تا بالای پرده سبز کم بشه، یا نمیرم زیادی عقب که بعد سایه بندازه روی پرده سبز. من یه جایی وایسم این وسطا، یه فاصله خوب تا بالا، یه فاصله خوب تا بغل برای عرض دستام، یه فاصله دیگه تا اینجا که برای یکی دستم دیگه، و همینطور در مورد پایین. به هر حال در این ویدیو کارگردان که خودم باشم، فیلم بردار که خودم باشم، صدا گذار که خودم باشم، ادیتور که خودم باشم، بازیگر که خودم باشم، تصمیم گرفتم ویدیو تا اینجاها گرفته بشه. درست شد؟ بنابراین من جامو رو زمین تعیین میکنم، مخصوصا اگه بخوام راه برم. مثلا الان من میخوام اینجا صحبت کنم، راه برم تا کجا باید راه برم؟ یه رو علامت گذاری میکنم. اگه زیادی برم بیرون که از کار رفتم بیرون، اگه زیادی این طرف برم دوباره از این رفتم بیرون، یا اگر مثلا نصف دارم دستم میاد بیرون چیزی جالبی نمیشه اینطوری. بنابراین من محدوده را رفتنم رو زمین علامت گذاری میکنم با خیال راحت. اگر هم بخواد هی چشم به مثلا کارگردان باشه یا چشم به یه نفر باشه که من بگه هی رفتی بیرون اینجوری کن اونجوری کن، هی مردمایی که چشم تکون میخوره اینجوری میشه. و خب شما دیگه یواش یواش مثلا سر میرین چه فیلم آماتوریه یا به درد نمیخوره. بنابراین روی زمین علامت گذاری میکنیم و من مثلا در یه محدوده نسبتا منطقی حرکت میکنم و صحبت میکنم. در این صورت شما دستای من رو میبینیم و من میتونم به راحتی چیکار کنم، اون مانورم رو بدم. این رو معمولا یه بار قبل از فیلم برداری تمرین میکنم و یا با یه سری سبزهای مثلا کمرنگ روی پرده مشخص میکنن. مثلا برای ادیتور که حالا اینجا خود منم یا شمایی قرار بعدا ادیت کنی، مشخص میکنن رو پرده اینجا که چقدر اجازه داره بازیگر این ور اون ور بره یا اون سوژه این ور اون ور بره. شما تو پرده های سبزی که تو اینترنت میبینید گاهی یه سری علامت رو دیدید، اون علامت ها یه بخشش به خاطر تعیین مانور کار فرده، فرد نگاه میکنه از اون دیگه جلوتر نمیره یا رو زمین اگه بشه. در تمام نرم افزارهای میکس و مونتاژ ویدیویی، هم از آدوبی پریمیر، آدوبی افتر افکت، ادیوز، اوید و غیره، یک امکانی وجود داره به نام ماسک. به هر حال من دارم از پرده سبز استفاده میکنم در محیط و فاصله که برای دوربین تعبیه کردم ممکنه
اطراف رو هم فیلم برداری کنه، مثل این در، مثل این زنجیر، مثل فریم نور سافت لایت هم و چیزهایی از این قبیل. به هر حال در این سکانس سوژه همینجا ایستاده و همینطور که میبینید نهایت کاری که بکنه دو تا دستاشو اینجا کمی باز میکنه به این صورت و بعد دست راستش رو به این سمت نگه میداره. سوژه هم که همونطور که میبینید طبق معمول بنده هستم. خب اگر مثلا ما اینجا رو در نظر بگیریم که دو تا دست باز شده، پس اجازه داریم سوژه رو در این مقدار ماسک کنیم و کروماکی فقط در ناحیه ضروری اتفاق بیفته، این قسمت ها به روش دیگه از بین بره. اگر من مثلا در آدوبی پریمیر که مشابه تمام نرم افزارهایی که گفتم هستش ویدیو رو انتخاب کنم، در قسمت اوپاسیتی اینجا امکان ماسک دارم. مثلا میتونم از فری دراو استفاده کنم یا از یک ماسک شیپ آماده. حالا من از فری دراو استفاده میکنم، کمی زوم سفر رو تغییر میدم که ببینیم چی میشه. خب من از اینجا تا اینجا تا اینجا تا اینجا رو عنوان ماسک در نظر میگیرم، پس همه اینجا بدون استفاده از سیستم کروماکی از بین رفت. خب تنها مشکلی که حالا پیش میاد اینه که چون من اینجا زیادی نزدیک شدم سر انگشتا از بین میره، پس میام و باز در نظر میگیرم که سوژه تا کجا حرکت میکنه و همطور که میبینید یه حاشیه امن هم به خاطر تکانها میگذارم. خب اینجا تمومه، ما اون رو ماسک کردیم. فقط تنها چیزی که الان باید اتفاق بیفته کروماکی هست در این ناحیه که مثلا در افتر افکت ما کی لایت داریم، اینجا اولترا کی داریم، در ادیوس میتونیم از بریس استفاده کنیم، پلاگین خیلی قوی، یا در کل از روبوسکی. خب من اینجا در روشن ترین قسمت زدم یا در تیره ترین قسمت میزنیم یا در میانه میزنیم، باید تست کنیم. و برای تمیزکاری من اون رو از کامپوزیت رو آلفا قرار میدم و اینجا چند آپشن دارم برای اینکه بتونم کار رو نسبتاً تمیز در بیارم، استراحاً کلین کنم. اینجا به هر حال تا جایی که میشه تلورانس رو تنظیم میکنم، با سیستم شادو میتونم کمی به قسمت های تیره اضافه کنم. اینجا تا این حد هم جواب میده. شاید بتونم با پدستال حد اکثر رو از بین ببرم. خب میبینید که کروماکی انجام شد، اما اینجا کمی اثر گذاشته روی شلوار سوژه. باید ببینیم چطور میتونیم برش گردونیم. بله، اما باز این قسمت رو باید از بین ببریم. خب تقریبا خوب هست. این دیگه یه وضعیت نسبتا خوب هست. بله، اما با این البته هنوز تنظیماتی لازم داره. روش دیگری که ممکنه شما بخواید استفاده کنید و راحت باشه، به جای استفاده از ماسکی که من اینجا در اوپاسیتی استفاده کردم، این رو دیلیت میکنم. این بار میبینید کروماکی انجام شده، ولی این قسمت ها رو دارم دیگه وقتی ماسک رو پاک بکنم. من از افکت کراپ استفاده میکنم، کراپ رو اضافه میکنم و کراپ به من لفت رایت تاپ باتون میده و باز با همون فرمول از این طرف از سمت چپ کراپ میکنم و تا جایی که سوژه از بین نره و یه حاشیه امن این قسمت از بین بردم. همینطور اینجا از سمت راست هم حرکت میکنم و تا جایی که بشه نزدیک میشم. با
خب باید اینجا حواسون باشه که سوژه دستشو واسه بشکن زدن میاره جلو. بشکن بسیار مهم هست، وقتی بشکن بزنید باید درست بزنید. اگر من اینجا اولتراکی رو خاموش کنم، شما میبینید که مجدد به کمک کراپ تونستم حذف انجام بدم. خب این هم از افکت کراپ. پس کراپ و ماسک دو روش شناخته شده هستند برای اینکه ما فضای کروماکی رو به حداقل برسونیم تا تنظیمات اون حداقل باشه تا اثری رو سوژه نگذاره. پس نتیجه گیری میکنید، حرکت کردن شما، مانور شما به عنوان یه بازیگر، به عنوان یه سوژه جلوی دوربین برای کروماکی حد و اندازه‌ای داره. اینو یه روز این مشخص می‌کنید، روی پرده مشخص می‌کنید. یه موقع هم هستش که اصلا داستانتون این نیست، داستانتون اینجوریه که من از دور میام. بنابراین شما از من فیلم برداری می‌کنید، من دارم قدم می‌زنم و یه قدم زدن خیلی عادی که البته خیلی طبیعی نیست، ولی خب یا مثلا از من از بغل اکلی دارم میگم، خب حالا من میندازی تو ساحل، یعنی توی ساحل میندازی که دارم میدوهم، یا مثلا داره برف میاد من سردمه این نگاه میکنم، یا مثلا یه موقعی پیش میاد که شما یه دفعه یه کسی رو میبینی میخوای بریم به سمتش. همه اینا توی محدوده ای داره انجام میشه که با بازیگر صحبت میکنن، با اون سوژه کار میکنن. بنابراین حرکت های شما حد و حساب داره، مانور شما حد و حساب داره، فاصله شما تا پرده تا دوربین حد و حساب داره و ناحیه امن یادتون نره، یه مقدار از بالا چون که سرم خم کردم از کات نزنه بیرون، یه مقدار از بغل.